په افغانستان کې د متشبثو ښځو وضعیت تر ازو د ښځو په کار عواید کې څومره کمښت راغلی، د دوی شکایتونه څه دي او راتلونکي ته څومره هیله مند دي؟ په دې او نورو پوښتنو د ښځو د سوداګرۍ خونې د بورډ غړي عطنا هاشمي چې د خبرونې په لړ کې به راسره مل شي، او د متشبثینو د مشورتي شورا مرستیال محمد هاشم بهار صاحب نظر اخلم چې دا شیبه د سکایپ لارې په خبرونه کې راسره مل شوی دی. بهار صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. پیل به داسې وکړم بهار صاحب، چې په افغانستان کې د متشبثو میرمنو وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ د میرمنو په کاروبار کې څه تغییرات راغلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته السلام علیکم. واقعا ښځو چې دی د هر یو وطن د یو ملک نیمه هغه د اقتصادي بڼه ده. همدا اوس چې تاسو وګورئ په کلو کې، په زراعت کې، په ځمکه کې ښځې چې دی خپل خاوند ورور سره کار کوي، یعنی عملا کارګر دی د آبادۍ لپاره. خو د تجارت په بخش کې څه ناڅه مشکلات پیدا شوي دي. دا مشکلات دوه اړخه لري، یو دا چې د امارت لخوا او بل خوا چې دی د بین المللي ایجنسیانو لخوا. د ښځو د اتاقۍ تجارت او صنایع ډېر ښه فعاله اتاق دی، او دوی کولی شي چې دوی په کابل کې، په هرات کې، په نیمروز کې، په جوزجان کې، په ټول ولایتونو کې نمایندګیانې لري. او نن سبا چې موږ او تاسو په افغانستان کې نمایشګاه ګورو، نندارتونونه ګورو، په دې کې تقریبا نیمایي د ښځو غرفې وي، د دوی تولیدات وي، د دوی صنعتي شیان وي. نو دا دوی ته اجازت ورکړ شوی دی. مشکل دا دی چې دوی ته اول دا دی چې قرضې دوی ته سم نه ملاویږي د بین المللي موسسو لخوا، دوهم دا دی چې د دوی تولیدات چې دی بین المللي مارکیټونو ته نه رسول کیږي. نو دا مسله دا ده چې باید دغه بین المللي ادارې چې ډېر زیات د ښځو پشتیبانۍ کوي، ډېر زیات حرفونه وایي د افغانستان د واقعي ښځو په باره کې، دوی مربع جوړوي، دوی کالي جوړوي، صنایع دستي لري، هغه لري. تاسو ماته وایئ چې په کوم بین المللي نندارتون کې د افغانستان د ښځو شمولیت دوی مهیا کړی دی؟ آیا دوی اسپانسر کړی دی؟ همدا اوس په ایران کې یو نمایشګاه دی د تولیداتو، آیا د افغاني ښځو ته دغه کې بلنه ورکړل شوې ده؟ آیا څوک ورته اسپانسر کړی دی؟ په صرف افغانستان کې چې څه نمایشګاه جوړیږي، دوی ورته یو ورکوټې غرفې اخلي. دا د افغان ښځو ستونزې دي. بهار صاحب، تاسو د بازار نشتون مسله مو یاده کړه، یعنی مارکیټینګ د میرمنو هغه څه ناڅه چې کاروبار د دوی پاتې دي هغه هم ورته بازار نشته. فکر کوي چې ولې د دوی لپاره بازار موندنه نه کیږي؟ بازار رشته خود دوی لپاره مارکیټینګ څوک نه کوي. اوس دا خبره ده چې دغه مارکیټینګ ولې نه کیږي؟ کوم یخان چې افغاني خزه ګنډي، کوم ګن کالی چې افغاني خزه ګنډي، او کوم مربا یا کوم ترشید، کوم شایان چې افغاني خزه جوړي په خپل کورونه کې، هغه ډیر ذائقه لري، ډیر مزه لري. خو دې کې دا چې باید هم دولت او هم د خزو د اتاقۍ تجارت و هم هغه موسسې چې د خزو طرفداري کوي باید مخکې شي، او د دوی بین المللي سطح پورې دوی ته همکاري وکړي او بازاریابي وکړي ورته. وهارت صاحب، دقیقا د طالبانو د واکمنۍ سره په افغانستان کې د میرمنو لپاره د کاروبار کوم فرصتونه دقیقا برابرې دي؟ میرمنې په کومو برخو کې د اوس په افغانستان کې فعالیت لري؟ میرمنو د تجارت په فابریکو کې، پاغه کې بالکل فعالیت کولی شي. کوم جواز یا نارینه اخلي دغه قیمت زیات دی، او زنانه چې اخلي دغه قیمت هم زیات دی، سهولتونه ورته ډیر مهیا کیږي. د صحت په برخه کې زنانه لکه پخوا غوندې فعالیت کوي، خو د دوی پوهنتونونه د پوهنځی طب پوهنځی هغه چې بندې، دا یو ډېر غټ ستونزې دی چې باید دغه خلاص شي. بل تخصص دپاره باید دوی ته اجازت ورکړ شي. څه بندیزونه دی خو که دوی هغه اسلامي قوانینو مراعت وکړي، نو په بازار آزاد کې، په تجارت کې، په کاروبار کې دوی باندې تر اوسه پورې څه بندیزونه لګېدل شوی نه دی، او دوی کولی شي چې ډېر زیات. اوس ګوره چې تاسو په افغانستان کې د خدیجه الکبرا په نامه باندې اولین ځل د ښځو
تاسو د پاره یو نمایشګر هغه یو بین المللي ساته باندې یو نمایشګر جوړ شو چې طالبان هغه همکاري وکړ، اجازه ورکړ په هرات کې د ښځو د پاره د نمایشګر چې جوړ شو. مننه کوم واټ صاحب، هرات خپل ډېر فعال دی. بله مننه کوم واټ صاحب، په خیر اوسې. ستاسو د توضیحاتو څخه قدرمن لیدونکو د خبرونې په دې برخه کې راسه د ښځو د سوداګرۍ د خونې د بورډ غړي اتنا هاشمی هم ملدا چې دوی ته هم خراغ لاس وای. ماتنا جان به برنامه خوش آمدین، خیلی ممنون که با برنامه ما فعلا حضور دارین. در ابتدا اگر در مورد کارهای خودتان در افغانستان برم بگوین، چگونه به کار سالونتان دوباره ادامه دادید؟ آیا کار را از سر گرفته اید یا خیر؟ سلام بر شما رنا جان، نازنین و مهمان محترمتان. علیکم سلام. در رابطه با شروع کردن کار به افغانستان، اگر جریان باشه، من تقریبا یک هفته یا دو هفته پیشم به کابل بودم، بخاطر که بسیار تلاش کردیم که اگر شغل اینمی کاروبار را پس از سر شروع بکنیم طبق قوانینی که فعلا ایجاد داره، ولی متاسفانه نتونستیم کار شروع بکنیم و تا فعلا هم هنوز کوشش میکنیم که همراهشون به ارتباط و گفتگو باشیم که اگر شغل بتانیم یک مقداری به یک صورت کاروبار را پس در افغانستان شروع کنیم بخیر. خب مشکلات عمده از صدرهای کاروبارتان چی است آتنا جان که شما رفتین هم به افغانستان اما نتانستین که کارتان آغاز بکنین؟ مشکل در چی است؟ دقیقا میتونین که یکم توضیحات بتین؟ رهنا جان، یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم در یک هفته که من به کابل بودم، ما هیچ گونه ارتباط مستقیم همراه این مردم داشته نمیتونیم. به این معنا که به ما اجازه از این نمیتن که ما همراهشون ملاقات داشته باشیم. بارها ما همراهشون صحبت کردیم به طریق های مختلف، از طریق دوستانه که همراهشون به ارتباط بودن که صحبت شود که دلیلشان و منطقشان برای از اینکه ما بخوایم کار رو شروع بکنیم و ای که اجازه نمیتن که ما کار بکنیم در هر بخش، نه فقط در بخش های آرایشی و بهداشتی، در بخش های دیگه هم که خانم ها فعالیت دارن. ولی متاسفانه اوتی که باید کسی باشه که بتونه جوابگوی ما باشه و دولت یا بخواد حتی همراه خانم ها پیشینم و صحبت کنن، همراه خانم های افغانه که در افغانستان تجارت دارن نبوده توی افغانستان. یعنی من بعضی وقتا میبینم که به اخبار همراه خانم هایی که از مؤسسات مختلف هستن، از کشورهای مختلف هستن صحبت میشه، ولی همراه خانم های افغان و به خصوص ما هایی که تجارت داشتیم از قبل، صحبت کردن با این مردم بسیار زیاد مشکل است. خب آتنا جان، خب 3 سال شده تقریبا که از حکومت طالبان میگذرد، دقیقا با چنین وضعیت فکر میکنین که فرصت برای تجارت زنان در افغانستان وجود داره؟ رهنا جان، من با واقعیت هنوز هم خوشبین هستم و فکر میکنم که اگر یک مقدار اینا شرایط تغییر بتن، یک مقدار بسیار خرد، توقع بسیار بالا نمیره، بسیار فرصت های خوب برای خانم های افغان همچنان ایجاد میشه در افغانستان. امیر شما میبینین خیلی ها از طریق کلاس های آنلاین یا از طریق آنلاین یکان تجارت خود پیش میبرن. همچنان ما کوشش خود میکنیم و امیدوار به این هستیم که باید پالیسی که یک مقدار تغییرات به وجود بیاید، حتما میتونیم پس نوع بسیار خوب پس کاروبار خود شروع کنیم به افغانستان. بله ممنون آتنا جان. در برنامه امرای ما وهار صاحب هم هست. وهار صاحب، تاسو ده آتنا جانی خبری خوم واوریدلی، ولی طالبان یا دست ویم چه ده حکومت خلق ده آتنا جان پشان ده میرمنو خبری ناوری، ده دوی سوز ناوری، ده دوی غختن ناوری، سوز دقیقا چیر تدکت ده پا هم ده شکل وی خوشبینیش در چه پا افغانستان که پا نور برخو که میرمنی نشی که ولی چه فعالیت ولری، حداقل ده سوداگری پا برخو که چه ده شرعی هم ده و پا اسلام که همش ده میرمنی سوداگری که ولیشی تجارت که ولیشی چه حداقل پا برخه که دوی خپل فعالیت ولری او د اقتصادی اړخه بډای اوسی. ما د این مورد خدمت تان عرض کنم که با دو وزارتی که ما ارتباط بسیار زیاد مستقیم دارم، یکی وزارت صنعت و تجارت و یکی هم وزارت صحت عامه. در وزارت صحت عامه اگر شما ببینین نصف مراجعین زناست و نصف مراجعین مردان،
و مراجعین مرد و زن مقامات وزارت صحت عام میپذیره و ارائهشان را میبینه و امرایشان ملاقات میکنه، وزیر، معین صاحبا و رئیس های عمومی. در وزارت تجارت همچنان وزیر صاحب تجارت همیشه جلسات با اتاقای تجارت زنا داره و ما در بورد متشبسین افغانستان یک بخش از زنا داره. اینا چرا در بورد متشبسین مراجعه نکردند؟ که بورد متشبسین در وزارت تجارت یک ارگان است که مستقل است و یک پل ارتباطی بین تجار و وزارت تجارت و دیگر وزارت هاست. من فکر میکنم که تجارت فعلا کدام مشکلات ندارد، اما یک تعداد از مقامات بلندگوی طالبان اگر نخواستن که اینا را ملاقات کنن، من دقیق نفهمیدم که اینا چی کاروبار را میخواستن که شروع کنن. اگر با ما مراجعه کنن، ما انشاءالله که شان همکاری میکنیم و مثل یک برادر ولی پالوشان سال هستیم تا اینکه بتانیم که کارای از اینا پیش برن. بله، اجازه را که چه داتنا جان نه هموارم چه دادی زواب استاسو ده خبرو لپاره بتصدی. آتنا جان و هارد صاحب میگن که شما چرا به بورد متشبسین مراجعه نکردین؟ چرا شما مراجعه نکردین؟ رانا جان ببینین، او تایمی که من در افغانستان بودم، اول خیلی میفهمه که یک مقدار استرس و تگب هم وجود داره که آدم باید خیلی منطقی قدم برداره بخاطر از اینکه کدام مشکل به افغانستان ایجاد نشه. و دیگه ای که من خودم از هیئت مدیر اتاق تجارت زنان افغانستان بودم و همچنان هم این هیئت زیر نظر حکومت جدید وجود داره و فعالیت میکنه. ولی متاسفانه ایست که من به یک دو ارگان که نیاز به این بود که همراهشون صحبت کنم، باور به خدا بکنه که حتی قبول نکردن که همراه یک خانم صحبت بکنن. آقای وهاب صاحب گپ میزنن، برام بسیار زیاد جالب است که کاش خیلی معمول جواب آقای وهاب میشناختم، ازشون همکاری و کمک میخواستم که این مشکلات حل شود که اخر راه ما رفتیم به این نتیجه. ولی خب متاسفانه نمی نبوده و جوازهای ما را کنسل کردن. شما فکر کنید که ما در پاولی دیزاین در بخش سنگ و جواهرات کار میکردیم که هیچ مشکل هم از طبق نظر شریعتی نداره، ولی اونم جواز هم از ما گرفتن و جوازها را باطل کردن. در صورتی که پیش از اینکه جواز باطل شود، ما از امر به معروف یک نامه گرفته بودیم که ما اجازه کار داریم، ولی یک عده دیگه آمدن از همین گروه حکومتی و ما گفتن که نه، ما او گروه را قبول نداریم و این جواز و این اجازه نامه که شما داریم بر ما فاقد اعتبار است. و ما مجبور شدیم که او کارخانه گه که خورد و ریزه که دقیقی تراش سنگ داشتیم و بسته کنیم. بله بله. و هارد صاحب، تاسو د همکاری خبره کوي او اوس اتنا جانې ویل چې حتی د لیدو خبره خو یوې خواته پرېږدي، حتی د دوی د کار جواز هم باطل شوی دی، دومره تبعیض؟ نه، دا جوازونه چې باطل کیږي یا فسخ کیږي، د دوی یو دلیل دا دی چې دوی عدم فعالیت لري، فعالیت نه لري، مالیه تحویل کړی نه دی یا موجود نه دی یا د دوی فزیکی موجودیت نه وي. دا د جواز فسخ کولو خپل یو شرایط لري، شاید دوی ته دا مشکل پیدا شوی. خود د تراش سنگ او د زیورات او د دې هغه جوړولو دپاره اوس ډیر زیات ښځې په دې کار کې اخته دی او دوی جوړوي او په نندارتونونو کې شرکت کوي. دوی په وزارت تجارت په ملکیتای فکری کې چې تاسو لاړ شئ ښځو ته جواز ورکولی د میرمن هاشمي په شان میرمنې چې دوی دغه کاروبار غواړي چې وکړي، دای په خپل کله په افغانستان کې کله د بهاري کې دوی ته زمينه مساعده ني، نو دغه ميرمن چې تاسو وسوئ چې دوی عملا په افغانستان کې دغه کاروبار کوي، دغه کومې ميرمن دي؟ دا سوبور چې په دې نمایشګاهونو کې چې دغه مرمنې غرفې اخلي او خپل تولیدات نمایش ته ورکړي، همدا مرمنې دي په زرګونو کسان دي چې په کابل کې په هرات کې. نن د نیمروز نه ماته د مرمنو هغه چې د مسؤول ماته ټلیفون وکړ چې دوی غواړي چې په نمایشګاهونو کې شرکت وکړي. خو که چیرې دوی مشکلات لري، بورد متشبسین حاضر دی، تاسو خپل هغه ټول ستونزې موږ ته ولېږئ، زه په خپله لاړ به شم، انشاءالله تاسو مشکلات به حل کړم.
دیره من نکم یه با ورسته پختنه زبده بیرمن هاشمی نول اولارم خانم هاشمی آقای وهاج گفتن من میفهم که شما پشتو رو درست نمیفهمین میخوایم که به شما کتا بگویم که آقای وهاج چی گفتن اینا میگن که خانما در بخش سنگ جواهرات که شما گفتین عملا در افغانستان کار و بار دارن پس اگر عملا خانما در این بخش کار میکنن و هیچ مشکلی نیست چرا به شما مشکل ایجاد میشن؟ آقای وهاب سوالان قدر چرا خم برتون میگم قدر 100% با اعتماد جواب میدن که من خودم شک کردم که من یک هفته دو هفته قبل به کابل بودم و این همی شرایط سخت و افغانستان پیش بردم نمیفهمم حتما به این بوده که یک تعداد میتونن کار کنن تعداد کار کردن نمیتونن جواز وقتی که کنسل کردن من خودم کسی بودم که سالها همیشه به رفت آمد بودیم در افغانستان ما در کدام کشور دور زندگی نمی کردیم من به ترکیه بودیم و همیشه برای رفت آمد به خاطر تجارت به افغانستان بودیم هم از خاطر هنا بیوتی سالان که بالکل بخش آرایشی و بهداشتی در افغانستان کاملا بسته است و حتی آل تو شده که خانه به خانه میگردن و کسایی که به این بخش فعالیت دارن کل از اونها را مورد بازپرس قرار میدن آزار شد در بخش پاولی دیزاین هم بر ما گفتن که به خاطر از اینکه یک مقدار سنگ تراشه شما از مردا هستن و یک مقدار خانما هستن شما باید دفترها رو جدا کنیم ما این کار هم کردیم این از اولی کلام بود که ما دو دفتر جدا جور کردیم که خانم ها جدا باشن و آقایون جدا باشن در کنار از او هم باز هم بر ما گفتن که شما باید یا تجارت تانه و یک محرم بسپارین یا پدر باشه یا شوهرتون باشه که من گفتم من برای تجارت زحمت کشیدم بله من به هیچ کسی نمیسپارم و از او خاطر به من اجازه ادامه فعالیت ندادن بله آقای و آقا لطف کنن جوابگو باشن که بله. ما این همه سال زحمت کشیدیم چطور که من یک وقت خانستان بودیم به نتیجه مثبت نرسیدیم من خواهی تجارت نورم میخواستم ببرم تجارت 8 ساله و 10 ساله است بله من نکام آتنا هاشمی استاس خلبا ده مرغه چه دی بحث نشم کولای چه ادامه ورکم به بحث ادامه داده نمیتونم آتنا جان چون وقت ما تمام است خیلی سپاسگزارم از اینکه در این بحث اشتراک ورزیدین و هر سب استاس و دگردون سخه هم نری من نکام کور مودان بخیر و سید